وارد کردن اطلاعات مربوط به قسمت سیستمز در نرم افزار کریر هپ 4.90 با استفاده از نمودار درختی و با فشردن کلیک موس روی سیستمز در قسمت نمای لیست سیستم برای شما ایجاد میشه که با دو بار کلیک روی اون میتونید پنجره اون رو به صورت مقابل برای خودتون ایجاد کنید. این پنجره از سربرگ های مختلفی تقسیم شده که شما باید در هر یک از سربرگ ها یک سری از اطلاعات رو برای خودتون وارد کنید. در پنجره جنرال شما نام سیستم رو مشخص میکنید و در قسمت اکویپمنت تایپ باید نوع سیستم رو مشخص کنید تا تجهیزات اون در قسمت های بعدی برای شما فراخوانی بشن. به عنوان مثال من ترمینال یونیت رو مشخص میکنم و بعد از اون یک سری از تغییرات در قسمت های بعدی برای من ایجاد میشه. در اینجا میبینید که قسمت Vent System Component نیز برای من غیر فعال میشه. من اگر این قسمت رو روی Split Air قرار بدم میبینید که یک تغییرات در قسمت سربرگ های من ایجاد میشه. و بعد از اینکه سیستم رو مشخص کردین باید نوع سیستم رو مشخص کنید که در هر یک از موارد بسته به مشخص کردن اکویپمنت تایپ شما ایر سیستم تایپ شما مختلف خواهد بود. انواع مختلف سیستم ها در اینجا برای شما نمایش داده میشه که به صورت CAV, VAV و VVT هستش که در درس سیستم های تهویه مطبوع به صورت مفصل در مورد انواع این سیستم ها توضیح داده شده. در قسمت نامبر آف زون باید تعداد زون های خودتون رو مشخص کنید که تعداد همون مناطقی هستش که در فضاهای مختلف قرار میگیره که در اینجا چون سیستم من CAV سینگل زون هست اون برای من به صورت یک در نظر گرفته شده. در قسمت سربرگ سیستم کامپوننت شما اجزایی رو مشخص میکنید که در سیستم تهویه مطبوع شما وجود داره. به عنوان مثال نرم افزار به صورت پیش‌فرض یک سری از اجزا رو برای من فعال کرده و یک سری از اجزای دیگه هستن که در صورت نیاز من میتونم این اجزا رو برای خودم فعال کنم به صورت مقابل. به عنوان مثال من اگر پریکول کویل رو برای خودم فعال کنم میبینید که در قسمت پریکول کویل من یک سری از اطلاعات رو در مورد این پریکول کویل باید برای خودم وارد کنم که اگر شما نیازی به وارد کردن اون اطلاعات نداشته باشید میتونید از اطلاعاتی که به صورت پیش‌فرض در نرم افزار وجود دارن نیز استفاده کنید. در قسمت زون کامپوننت شما باید فضاهایی رو که در قسمت اسپیسز نرم افزار برای خودتون تعریف کردین به زونهای مختلف تبدیل کنید تا سیستم های تعبیه شده در این قسمت به اون اسپیس ها مراجعه کرده و برای اون قسمت ها آماده بشن تا بارهای حرارتی و سرمایش و گرمایش رو در اون قسمت ها حساب کنن. در قسمت سایزینگ دیتا شما یک سری از اطلاعات مربوط به سایز سیستم خودتون رو در این قسمت وارد می کنید و در قسمت اکویپمنت شما می تونید یک سری از تجهیزات اضافی رو که در نرم افزار وجود ندارند برای خودتون با وارد کردن دیتاهای اون ایجاد کنید.